سلام دوستان و عزیزان، در خدمتون هستم برای فال روزانه‌تون. امیدوارم در هر کجایی که هستین حال دلتون خوب باشه. دوستان عزیز، من مثل همیشه خوش آمد میگم به دوستانی که تازه عضو کانال شدن. خیلی خوش آمدین یاران، صفا آوردین و من مثل همیشه سپاسگزار و قدرشناس تک تک زحمات شما اعضای محترم کانال هستم. ببینیم چه خبر است در انرژی های شما دوستان عزیز. من از اولین کارتی که استفاده می کنم مثل همیشه از کارت های هیجانی هست. ببینیم شما دوست عزیز در چه هیجاناتی تشریف دارین و چه خبر هستش. کارت ها رو من می ریزم ببینیم چه خبره. خب اولین کارتی که افتاد کارت مثبت، یعنی خیلی مثبت تشریف دارین اینجا و ما ببینیم کارت های بعدی رو با هم دیگه چه کارت هایی هستند. کارت بعدی دوستان هیجان دیگران به صورت متوسط در ارتباط باشد. خب دیگران مثل که امیدش یه مقدار ناامیدن از دست شما، حالا به چه اتفاقی افتاده، اون چیزی که میلشون بوده از شما آیدشون نشده، یه چیزی میخواستن آیدشون نشده. به هر حال دارم میبینم که اینجا یک حس ناامیدی مثل که درشون به وجود اومده. خب ببینیم با هم دیگه کارت های بعدی رو، کارت های بعدی چه حرفی بهتون میزنن در ارتباط با این کارت ها. خب خب کارتی که اینجا افتاد دارم میبینم منتظر هستین دوستان عزیز. اوکی، حالا یه وقتایی هست که این کارت رو ممکن هستش ناامیدی شما باشه در ارتباط با دیگران. ببینید کدوم قسمت به شما میخوره. منتظر یک مسئله هستم، هنوز چشم راه هستم، یا یعنی اینکه و اون چیزی که میخوام آیدم نشده، یا یعنی اینکه دیگران منتظر دیگران چیزی از شما میخوان یا رفتاری را شما انتظار دارن که شما آنچنان عجله‌ای برای ارائهش ندارین در واقع، ولی که میخواین هر کاری که کنین متعادل باشه، اول خودتون رو در نظر میگیرین و این بهترین کار هست که انجام میدیم. نباید همیشه بیایم و دستپوس دیگران باشیم. هر چیزی که شما خودتون فکر میکنین که حال شما رو خوب میکنه همون کار رو انجام میدین. خب ببینیم کارت های دیگر با هم. خب کارت بعدی دوستان عزیز حرف از این میزنه که شما مثل میمونه که در روی خودتون بستین و اینکه حس تنهایی یا ناراحتی دارین میکنین. حالا یا اینکه واقعا حس تنهایی و ناراحتی و اینکه احساس تنهایی میکنین و منتظر هستین. خب منتظر کسی که شما رو دل سرد کرده، یا اینکه در روی دیگران بسین، دیگران رو ناامید کردیم و اینکه خودتون احتیاج به تفکر بیشتر دارین. ببینید الان من یک سری شما رو تنها میبینم دوستان عزیز، در اون انتظارتون، در اون آماری که دارین میگیرین از زندگیتون. اینکه الان با اینکه مثبت اندیش هستم، اینجا مثبت هستم، انرژی مثبت با من همراهی میکنه، به هر حال این انرژی این کارت هستش و دیگران رو ناامید کردم، برای که شاید من گذشته ای دارم که باعث شده که بخوام درست حسابی عمل کنم و وقت و زمان خودم رو داشته باشم. خب ببینیم کارت های دیگر رو با هم دیگه، کارت های دیگه بهتون چی میگن. از سیمبولون استفاده میکنم، ببینیم سیمبولون چی بهتون میگه. و کارت بسیار بسیار زیبا و قشنگی اینجا افتاد که حرف از برگشت هماهنگی هستش، برگشت آنچه که مد نظرتون هست دوستان. بالاخره تصمیم خواهید گرفت که یک بار سنگین رو کنار بذارین عزیزان دل و یک راه جدید رو شروع کنین. این سوال پرسیدن و در جستجوی جواب بودن برای شما عبدالعمر نیستش، یک زمانی هست که اینجا دارم میبینم که بالاخره به پایان خواهد رسید. و اما ببینیم با هم کارت های دیگر رو و اینکه در چه حس و حالی هست انرژی های برجسته شما دوستان عزیز. ببینیم با هم دیگه چه خبر است. اولین کارت انرژی مثبتی که با شما همراهی میکنه دوستان چه کارتی هستش؟ اینجا حرف از انرژی مثبت، انرژی که با شما همراهی میکنه، کنترل همه چیز رو میخوام دستم داشته باشم. برای همین
من احتیاج به تفکر دارم، در روی خودم بستم، دنبال جواب سوالام هستم که بخوام به راحتی تصمیم بگیرم. من عجله ای ندارم، من تصمیم بر اساس واقعیت میخوام بگیرم. و اما در ارتباط انرژی که مثبتی که به سمتتون داره میاد، دوستان، انرژی مثبتی که به سمتتون داره میاد این هستش که دارم میبینم که عجهیت های خودتون رو مشخص میکنین، که انرژی خودتون رو در کجا صرف کنین، نبرد خودتون رو دارین مشخص میکنین. دوستان، در ارتباط با چالش شما، چالش شما ببینین انرژی که داره به سمتتون میاد چالشتون هستش، پس موفق خواهین شد که اون چالش رو از سر راهتون بردارین دوستان. و اما به توصیه کارت ها برای شما، توصیه کارت ها براتون این هستش که استقبال کردن دوستان، خب، و اینکه دوره جدید رو پیش رو داشتن، بپذیرین که یک دوره به پایان رسیده دوستان. اگر یک گذشته دست و پاگیر هست براتون، یعنی اینکه دوره جدید رو نمیتونین واردش بشین عزیزان دل، اگر که یک گذشته رو تمام نکرده باشه، نمیتونم یک قسمت از گذشته، یک لاشره پوسیده گذشته رو روی شونه های خودم بیانم وارد یک دوره جدید کنم، اون دوره جدید رو هم بهش یک بوی تعفن میدم. پس باید تمیز باشین، پاک باشین و وارد یک دوره جدید بشین. خب ببینیم کارت های بعدی. در اولین کارتی که استفاده میکنم، برای اولین دامنه که بخوام ببینم که از دستم افتاد، حرف از تغییرات در دامنه احساسی میزنه براتون. من کارت میزنم سر جاشون، هنوز مخصوصشون نکردم. ببینیم که کارت ها بهتون چی میگویند در ارتباط با زندگی احساسی شما. زندگی احساسی دوستان حتما عشق نیستش. خب عزیزانمون، افرادی که برامون مهم هستن هم هستن. خب ببینین احتمال اینکه این چند روزی که داره میاد با افرادی که دور و برتون هستن، در خانه‌تون هستن یا در حوالی خونه شما هستن یا خانواده‌تون هستن، ممکن هستش که یک مشکلاتی به وجود بیاد زیاد هستش، ممکنه یک چیزی دستتون بیاد، یک خبرایی بهتون بیاد، به دستتون بیاد که آنچنان ببینین غافل گیرتون کنه دوستان. خب ببینیم در ارتباط با مسائل کاری شما چه خبر هست. در ارتباط با مسائل کاری حرف از استراحت میزنه و کارت بعدی حرف از مثلث احساسی میزنه و اینجا حرف از ماه میزنه. حرف از مکالمه میزنه. ببین دوستان در ارتباط با مسائل کاریتون دارم میبینم که یک مکالمه ای داره به سمتتون میاد، یا اینکه با کسی مکالمه ای دارین یا خبری داره به گوشتون میرسه که باعث میشه یک مسئله که برای شما سخت بوده پایان ببینید به یک ایست تبدیل بشه، یک مسئله ای که شاید دست و پاگیر بوده براتون به یک ایست تبدیل بشه، و اگر مسئله در یک استانبای بوده حرکت کنه. خب حالا ببینیم در ارتباط با مسائل مادی شما چه خبر هست. در ارتباط با مسائل مادی شما اینجا میگه که رد شدن. کارت بعدی رو نگاه کنیم هم در ارتباط با مسئله مادی شما. اوه چقدر کارت افتاد اینجا. یه مسئله مادی، حالا یه تقاضایی که کرده باشین، ممکن هستش که جواب شما مثبت نباشه، ولی این کارتا به دارم میگن که یک مسئله هستش که موقتی هستش، دائمی نیستش و این پر شادی هستش. به هر حال هر چیزی که هستش، من احساس میکنم که شرایط خودتون رو دارین خوب درک میکنین و بنابر شرایطتون دارین اینجا عمل میکنین دوستان. اوکی، بس چیز خاصی من نمیدونم. اوکی، برای یک سری ها شرایطتون سخت ممکن هست باشه، ولی این مسئله بدونین که موقتی هستش، دائمی نیست دوستان. خب ببینیم با هم که در ارتباط با کارت های دیگه شما، در ارتباط با کارت های احساسی، ببینیم که فرشتگان عشق به شما چه چیزی رو میگند. من دو تا کارت احساسی براتون میریزم. اپ، یه کارت اینجا افتاد. همدیگر رو بهتر بشناسین و اینجا جدایی. خب اوکی دوستان، من
پیامی که میتونم برای شما در اینجا داشته باشم، یک سری شما دوستان عزیز که دارم میبینم که در یک جدایی به سر میبرین، احتمال اینکه شخص جدیدی وارد زندگیتون بشه زیاد هست، ولی این کارت داره به شما این هشدار رو میده همدیگه رو بهتر بشناسیم، اون شخصی که وارد زندگیتون میشه رو بهتر بشناسیم، و اینکه اونایی که در جدایی هستین، پیام دیگه که برای شما داره اینکه شما به اندازه کافی اون شخص رو نشناختین و نمیشناسین، چیزهایی از شما پنهان هست. این خب حالا ببینیم با هم دیگه، شما دوست عزیز گل و بلبل مهربان من که با من همراه هستین و همدل هستین، ببینیم که در چه انرژی های تشریف دارین. اولین کارتی که با شما همراهی میکنه دوستان عزیز چه کارتی هستش، با هم نگاه کنیم ببینیم چه کارتیه. اولین کارت دوستان میگه که یین مقدس، شما دوست عزیز میگه من دوست دارم که دوستت دارم برای همیشه عشق من و من میدونم که اون شخص تو هستی، و اینجا میگه مطمئن، میگه که من به آینده اطمینان دارم و میدونم که شانس از من محافظت میکنه. بسیار خوب، مسئله هست در سطح حتما احساسی نیستش دوستان، ممکن استش احساسی باشه، ممکن هستش که یک مسئله هستش که به شما شور و اشتیاق میده و اون همون چیزی هستش که دلتون میخواد، و اینکه دارم میبینم کم کم با اعتماد داریم جلو میریم. و ما ببینیم در ارتباط با یانگ چه خبر است، یانگ موتوری یا یانگ شطوری چه خبر دوستان، ببینیم هم دیگه. اپ یانگ موتوری، به قول یکی از دوستان بود که میگفت یانگ موتوری وقتی میخواد بره با موتور میره، وقتی میخواد برگرده با شطور میاد. یواش یواش. خب میگه من به تو وصل هستم، خب و اینکه من هر لحظه تو رو حس میکنم. کارت دو تا کارت دیگه افتاد، اونم هم کارت شما هستش. میگه که من دوستت دارم برای همیشه عشق من، و اینکه من میدونم اون شخص تو هستی. و معتاد، میگه من دو مرتبه در همون اعتیادات قبلی مفتادم، میدونم بد هستش ولی نمیتونم رها کنم. این دوستان عزیز کسی هستش که هم به قول معروف پر از هیجان هستش، همین که به شما خیلی داره فکر میکنه، هم احساس داره، ولی خب یک سری از مسائل منفی در زندگی این شخص داره، وجود داره که اگر برای مدتی رها کرده بوده دو مرتبه به همون وضعیت برگشته. خب اوکی، پس اینم از این. و ما ببینیم که پیام شخص مورد نظر شما برای شما دوستان عزیز چه چیزی هستش. من کارت ها رو مخلوط میکنم و اینکه یک کارت پیام براتون میریزم، ببینیم شخص مورد نظر شما برای شما چه پیامی داره. دوست دارم با تماس بگیرم، دوست دارم ببینم، دوست دارم ببینم چه کار میکنی در این لحظه، و دوست دارم که با تماس بگیرم ولو اینکه این لحظات رو به عقب میندازم، اما من این کارو خواهم کرد برای که خیلی دوست دارم و این خواسته خیلی در من شدت داره. عزیزان دل، ببینیم با هم دیگه، من امروز برای شما نیت نمی کشم بلکه یک کارت فرشتگان رو براتون می کشم و یک کارت عزیزان از دست رفته. ببینیم که کارت فرشتگان چی بهتون میگن. مهربانی، به احساسات خودت و خواسته های درونی توجه کن. یک شخصی احتیاج به عشق تو داره و تنها یک فکر پر از عشق براش کافی هستش. خب دوستان ببینیم که عزیزان از دست رفته پیامشون برای شما چه هست. کارت افتاد، من بهتر هستم. اینجا افرادی هستن که با من مشغول هستن، به من میرسن، همه از من مراقبت میکنن، نگران نباش، من از این لحظات برای
فکر کردن به تو استفاده می کنم. من درد ندارم، زجر نمی کشم و اینکه به این زودی میتونم از آنچه که این دنیای جدید برام هدیه میکنه به نحوه احسن استفاده کنم. دوستان عزیز، روح تمام عزیزان از دست رفتمون در شادی و آرامش باشه. عزیزان دل، این فال شما بود. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز روزگار خوش دوستان، و تا فال دیگه، خدا نگهدار.